هنوز وزارت اطلاعات یا وزیرش هیچ حرفی یا اظهار نظری درباره اتهام جاسوسی به فعالان زیست محیطی نزده است. اتهامی که یک تشکیلات دیگر اطلاعاتی در ایران به آنها زده. نام این تشکیلات اطلاعات سپاه است که بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران محسوب می شود. اما امروز علی مطهری نماینده تهران در مجلس از وزارت اطلاعات خواست سکوت خود را بشکند. علی مطهری جز معدود نماینده هایی است که خیلی قوی پیگیر این پرونده شده است. او امروز چنین گفت: ما که نمیتوانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم. وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده و این خوب نیست. ضمن اینکه رسیدگی به مسئله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و آنها باید در این باره صحبت کنند. قبلا مقام های اطلاعات سپاه گفته بودند مسائل مربوط به جاسوسی حوزه کار آنها هم هست. هرچند اطلاعات سپاه در این مورد نسبت به وزارت اطلاعات غیر تخصصی تر و سیاسی تر شناخته می شود. بازداشت کارمندان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان به اتهام جاسوسی موشکی اتهام سنگینی است. حالا یکی از آنها، کاووس سید امامی، در زندان جان خود را از دست داده و اطلاعات سپاه میگوید او خودکشی کرده چون خودش فهمیده بود که لو رفته است. اینکه چقدر اطلاعات سپاه در وارد کردن اتهام جاسوسی بر فعالان برجسته محیط زیست و یک استاد موجه دانشگاه امام صادق حق به جانب بوده روشن نیست. سید امامی از سال 86 با تشکیل مؤسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس‌های جاسوسی غرب بر روی ولی گزارشی که تلویزیون ایران در برنامه دو شب پیش خود برای توجیه اطلاعات سپاه نشان داد خیلی ها را قانع نکرده و برعکس به این نتیجه رسانده که دست اطلاعات سپاه خالی است و به مستنداتی متوسل شده که قانع کننده نیستند. یکی از مستنداتی که تلویزیون ایران نشون داد متن این ایمیلی هست که میگه بین کاووس سید امامی و یک فعال زیست محیطی آمریکایی مبادله شد. این فعال زیست محیطی آمریکایی به گفته تلویزیون ایران یک افسر CIA بوده و در خانه کاووس سید امامی مستقر شده بوده. نگاهی که میکنیم به متن این نامه هیچ چیز خاصی رو نشون نمیده و حرف خاصی هم بین اینا زده نمیشه. اما در یک جا از همین نامه این فرد میگه که آقای تجریشی از محیط زیست هم پذیرفته که میزبان من باشه. منظورش مسعود تجریشی هست، معاون رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، معاون فعلیش و همینطور مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه. تاکنون یک معاون دیگر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست موقتا بازداشت شد، کاوه مدنی، اما خبری از برخورد با مسعود تجریشی منتشر نشده. همچنین نام رئیس سازمان جنگل‌های ایران و معاونش نیز در پرونده اتهامات اطلاعات سپاه دیده می‌شود. حالا باید دید آیا علی مطهری و همکارانش در مجلس از وزیر اطلاعات توضیح خواهند خواست و آیا آن وزارتخانه اصلا حاضر به اظهار نظر راجع به این پرونده می‌شود یا نه. بعید است اگر سکوت یا اظهار نظرهای دست به عصای دیگر مقام‌های دولتی مثل عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ملاک قرار بگیرد. 176 هزار شغل بود. سیاوش اردلان، BBC.